بر اثر بمباران شدید هوایی و حملات زمینی رژیم جنایتکار اسد در سوریه بیش از دویس هزار تن در شمال غربی سوریه از خانه های خود آواره شدند. مردم از حدود دویست و پنجاه شهر و روستا گریختند. دویست و پنجاه دو غیر نظامی شامل هفتاد و نه کودک کشته شدند. بر اساس آمار گروه های امدادی تا کنون 216632 نفر بدون داشتن محل مشخصی برای گریز از خطر به سمت مرز ترکیه رفتند. <cinematic pause> <نصفت> <اندرخلی راشت> رئیس جمهور آمریکا در هشداری در توییتر خود نوشت روسیه، سوریه، و رژیم ایران در حال و یا در آستانه کشدار هزاران تن از غیر نظامیان بیگناه در استان ادلب هستند. این کار را نکنید. در همین حال دونالد ترامپ لایحه تحریم های رژیم سوریه را به عنوان بخشی از قانون مجوز دفاع ملی در بودجه دفاعی سال 2020 امضا کرده است. این لایحه تحریم های اضافی و محدودیت های مالی را بر نهادها و افرادی که با رژیم سوریه تجارت می کنند مجاز می شمارد. این قانون به دنبال افشای ده ها هزار تصویر وحشتناک از یازده هزار قربانی رژیم بشار اسد صورت گرفت. قربانیانی که به طور سیستماتیک مورد انواع شکنجه، ضرب و شتم، گرسنگی و خفه شدن قرار گرفته بودند. وزیر خارجه آمریکا گفت تصویب این قانون اقدامی مهم در حسابرسی از رژیم اسد به خاطر جنایات بزرگی است که انجام داده است.